حکومت به منظور مبارزه با ویروس کرونا 400 میلیون افغانی را به هرات اختصاص داد و قرار بود تمام مشکلات و کمبودی ها در مراکز صحی حل شود. با این حال کمیته دادخواهی ولایتی هرات نسبت به آنچه که عدم شفافیت در مصرف بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا میخواند، نشست خبری را برگزار کرد. اعضای این کمیته خواهان شفاف سازی مصرف بودجه برای مبارزه با کرونا هستند. شما دیدین که کیت وجود نداشت، او وسایل ونتیلاتور و وسایل نیازهای اولیه که برای بخش صحت نیاز بود اونا به دسترس اطباء گذاشته نشد. حتی دیدین که در نهایت تأسف معاشات کارمندان صحی به وقت و زمان از او داده نشد. پس این پول انگفت با کجا به مصرف رسید؟ آنچه که ما امروز خواستار از او هستیم، بر اساس همین شکایت شهروندان، خواهان این هستیم که حکومت محلی بیاید برای مردم حسابدهی بکنه و حساب بده که این پول هایی که آمده به خاطر مبارزه با کرونا در کجا مصرف شده. بانک 400 میلیون افغانی اختصاص یافته برای مبارزه با بیماری کووید 19 تا رسیدن به هرات مشکلاتی را در بر داشت، اما با گفته اعضای این کمیته تاکنون کمبودی ها و چالش ها در این قسمت برطرف نشده است. اعضای کمیته دادخواهی هرات از اداره محلی خواستار شفافیت در مصرف بودجه شدند و میگویند که نیاز است هیئتی در این بخش تعیین شود. قسمت تکمیل کردن اسناد و روند از این که سلسله مراتب بعد امضاها ترتیب بشه و همچنین کوتیشن هایی که گرفته شده در این قسمت یک سلسله ابهاماتی وجود داشته. در قسمت تدارکاتی هنوز خیلی از مسائل به صورت شفاف و به صورت حسابده دولت نتونسته برای مردم، برای نهادهای مدنی یا کسایی که در از سوی نهادهای مدنی به عنوان ناظر بودن مطرح بسازه. در قسمت خریداری ها متاسفانه مشکلاتی وجود داشته. این انتقادها و گفته ها در حالی مطرح می شود که از ماها به این سو موضوع مصرف پول اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا مبهم است و تا کنون سندی مبنی بر مصرف بودجه از سوی مسئولان ارائه نشده است. از سوی دیگر مقام های محلی هرات می گویند که از یک هفته به این طرف هیئتی از مرکز کشور به منظور بررسی و نظارت از چگونگی مصرف این پول به این ولایت آماده است. اونا نتایج با شما شریک می سازن که اگر خدای نکرده در جای کمکاری قفلت سوء استفاده صورت گرفته باشه به اختیار شما قرار بده. مسئولان اداره محلی هرات می گویند هیئت احسامی تا حال بررسی و تحقیقات خود را تکمیل نکرده و قرار است تا پایان هفته جاری نتایج بررسی های این هیئت به ریاست جمهوری شریک ساخته شود. پس از نشر گزارش ها و نگرانی ها از ایف و میل بودجه اختصاص یافته به کرونا در کشور، به تازگی رئیس جمهور غنی بر شناسایی افرادی که در مصرف بودجه مبارزه با کرونا دست به فساد زدند تاکید کرده و خواهان محاکمه این افراد شده است.